در ایلند شمالی تمدید بازداشت جریادامس رهبر حزب ملیگرای شینفین باعث خشم هواداران او شده است آقای آدامس از روز چهارشنبه در ارتباط با پرونده قتل یک زن 37 ساله در سال 1972 میلادی در بازداشت پلیس منطقه آنتریم به سر میبرد. نزدیکان جری آدامس دستگیری او را به دلیل انگیزه های سیاسی توصیف کرده و از توطعه پلیس صحبت می کنند. No اما دیوید فورد وزیر دادگستری ایلند شمالی گفت هیچ توطعه وجود ندارد و هیچ گروهی از مردم در سمت تاریک نیستند. جری آدامز مزنون است در قتل جین مکانویل بیوه 37 ساله که مادر ده فرزند بوده با ارتش آزادی بخش ایرلند همکاری کرده است. جسد او پس از گذشت سه دهه در سال 2003 میلادی کشف شد. یاران جری آدامز میگویند پیش از انتخابات اروپایی برخی از مخالفان او فقط میخواهند با این پرونده به وی ضربه بزنند. مارتین مکگینس معاون وزیر اول ایرلند شمالی و از یاران نزدیک جری آدامز از توطئه برخی مخالفان آدامز و عوامل پلیس صحبت کرد و گفت سمت تاریک پلیس از او میترسد و از ما میترسد به همین دلیل آنها دست به چنین اقداماتی میزنند اما ما امروز اینجا هستیم تا از رفیقمان حمایت کنیم و در کنار رهبرمان ایستاده ایم من مطمئنم که جری آدامز در ادامه این مبارزه برای آزادی، عدالت و صلح به ما ملحق خواهد شد. با این حال صحبت های شده برخی از اعضای سابق ارتش آزادی بخش ایرلند او را متهم می کند. جریادامز اکنون باید ثابت کند که نقشی در قتل جین مکانویل نداشته است.